سلام حاضرین گرامی، واقعا هم این لحظه ها فرصتی خیلی هم خوب و خاطرمان فرا رسیده است. جنبستی سربیننده ترین آزمون جمهوریوی تلویزیونی وطن را بشناس. تلویزیون تاجیکستان، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سرپرستی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفتند که
بخشیده با سال 2018 یعنی اعلام گردیدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی آزمون مذکور را پیشنهاد نمایم. واقعا در طول آن همین برگزاری محفلی خیلی هم زیبا و نظربا ما با دلبر یک چیز را مشاهده کردیم. این برنامه آزمون توانیست سلیقه، احساس و درک زیبای پرستی بیننده تلویزیون تاجیکستان را تا یک سطح خیلی بالا برد و خدمت شایسته و ارزنده کل ایجادکاران و گروه ایجادی این برنامه آزمون وطن را بشناس است. واقعا هم بختوار طول یک سال تمام بینندگانی که عکس و نوارهای بهترین را از تمام گوشه های زیبای تاجیکستان به عنوان آزمون ما ارسال نمودند، ما واقعا هم در تعجب موندیم، چون خیلی هم زیرک، سلیقه خوب دارند و مشاهده کار هستند و مقصد پیشنهاد نمودن آزمون مذکور نیست همین بود تا تمام مردم تاجیکستان با تمام منطقه های کشور به سفر برایند و قبل از همه ترغیب و رشد سیاحی داخل اینجا به نظر گرفته شد. هر موادی که البته پیشنهاد می شد با طرز و اسلوب به خود خاص خیلی جالب و دیدنی بود، یکی از دیگری بهتر و خوبتر بود. این بار دیگر دلبر برای ما و برای بینندگان این برنامه اثبات کرد که به قول شاعر تاجیکستان سر هر سنگ تو بر من وطن است، یعنی در نظر انسانی وطن دوست حتی یک گوشه وطن و یک سنگ وطن شبیه یک هیکل زیباست. حاضرین گرامی، در آغاز این محفل می‌خواستیم نخست سخن را به رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نومان عبدالغفارزاده و همزمان معاون اولی دایرکتور تلویزیون تاجیکستان نظرزاده امید بدهیم. مرحمت. واقعا هم وطن را بشناس عنوان گرفتن آزمون ما به سبب نیست، زیرا وطن بهشت آسای ما دارای ذخیره های بزرگ سیاحی از قبیل کوههای سربفلک، کل و چشمه های زیبا، آب های شفابخش و مینرالی، میوه های شهدبار، حیوانات و نباتات و یادگاری های بزرگ تاریخی و فرهنگی باید و ما وظیفه دار هستیم که همه این گنجینه های وطن خود را بشناسیم، آموزیم و با جهانیان معرفی نماییم. و مقصد اساسی آزمون نیز از این عبارت است. طور همه شما خوب آگاهی دارید، سال 2018 از جانب اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید و در این سال در رشد سیاحی سیاحی و هنرهای مردمی یک تحولات بی‌نهایت مهم با وقوع پیوست. در این دوره کارهای مهمی انجام داده شدند. پیش از همه استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تهیه و تصدیق گردید و استراتژی مذکور یکی از حجت‌های مهمی میباشد که 12 سال منبعده رشد سیاحی را در بر میگیرد. اینچنین برنامه رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 تهیه تصدیق گردید و امروز با مرام عملی شده ایستاده است. در برابر این با امتیازهای فراهم‌آورده پیشوای معظم ملت طول یک سال آخر 75 شرکت نو سیاحی تأسیس داده شد و به بازار سیاحی مملکت وارد گردید و در مجموع امروز شماره شرکت‌های سیاحی به 145 عدد رسانده شد. در رشد انفراساختور سیاحی نیز بی‌نهایت امکانیت‌های بزرگ از جانب پیشوای معظم ملت فراهم آورده شد و با استفاده از امتیازهای فراهم آورده شده 10 لایحه بزرگ انفراساختوری سیاحی امروز تطبیق شده ایستاده است و در برابر این در شهر و ناحیه های جمهوری جهت رشد انفراساختوری سیاحی کارهای نظرست انجام داده شدند. وابسته به معرفی امکانیت های سیاحی مملکت در داخل و خارج جمهوری نیز چوربینی های بی‌نهایت زیاد هم در داخل و هم در خارج مملکت در سطح ملی و بین المللی برگزار کرده شدند و ما اطمینان داریم که همه این تدبیرها برای رشد سیاحی تکان نو خواهد بخشید و البته برای عملی ساختن لایحه ها در سمت سیاحی یک سال بسنده نیست و بنابراین با
تشبث پیشوای معظم ملت سالهای 2019-2021 در مملکت سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرمندی اعلان گردید و من اطمینان کامل دارم که ما در همکاری و در یک جایگی بهر پیاده نمودن هدفهای سال رشد دهات، سیاحی و هنرمندی که از جانب پیشوای معظم ملت اعلان گردید تمام کوشش و غیرت، نیرو و ذخیره خود را استفاده خواهم برد. برای معرفی، ترغیب، تشویق، شناسانیدن ظرفیت های سیاحی کشور، ثروت های طبیعی، دستاوردهای فرهنگی، میراث تاریخی، هر یک نفر که در این دیار، در این کشور بیشتاسا زندگی میکند وظیفه دار است. نه تنها ساختار علاهیده یا واحد یا نهاد مربوطه، چون آن همه دارایی ها، آن همه ثروت هایی که ما داریم جهان باید شناسد، جهان باید بیند، بیچشد و حلاوت برد. و هدف از تهیه لایحه تلویزیونی جمهوریوی وطن را بشناس نیز محض همین بود. نخست مساعدت به رشد سیاحی داخلی و بعداً فراهم آوردن یک منبر تا هر نفر تواند در روند انعکاس این همه دستاوردهایی که در بالا و بعداً محترم رئیس قید کردند سهمگذار باشد. و ببینید که دوام یک سال تطبیق این لایحه صدها نفر تنها با مقصد دیدن و عکس گرفتن و روی نوار آوردن یک موضع زیبا و افسانوی کشور سفر کردند صدها کیلومتر، نوار گرفتند و فرستادند و دوام یک سال گذشته فکر میکنم شما بخوبی دیدید. و اگر تو جای توانستیم به این هدف رسیم پس موفقیم، و اگر که نه پس در پیش ما رو باز یک سه ساله دیگر هست این لایحه آزمون دوام خواهد یافت. و برای اون گروهی وسیع اشتراکچیان که مواد آنها از جانب حیات حکمان بهای ارزنده گرفت و به قول وطن رو شناسانیدند عرض سپاس میکنیم و موفقیت میخواهیم.
بختوار عکس گرفتن رو دوست می‌داری؟ البته پیشرفت تکنیکا و تکنولوژی جهان معاصر پیدا شدن سامان‌های اجتماعی من فکر می‌کنم که هر یک فرد رو مثلا باز بیشتر ترغیب می‌کند چون آنها میل زیاد پیدا می‌کنند برای گرفتن عکس‌ها در هر گوشه و کنار دنیا حتی در تاجیکستان هم باشند با دل خو موضع می‌روند به یک سلفی نمی‌شود و آزمونی ما توانست یک چیز رو باز کشف نماید. یعنی در این آزمون اشتراکچیان قبل از همه کوشش نمودند که منظره های دلفریب دیار رو انعکاس نمایند. یعنی اونجا تنها خودشان نباشند بلکه همین منظره ها باشد. همین گوشه های زیبای دیار. مثلا اگر یک نفر برای دیدن قلعه حصار میرفت حتما سلفی میکرد از قلعه حصار دیده چهره او کلانتر بود در عکس. اما بعد از این برنامه دلبر متوجه کردیم که مردم کم کم از این طرف تلفن های موبایلی گذشتن و پوره گوشه و کنار زیبای تاجیکستان عزیز ما را عکاسی کردند و من باور کنید بعد از آن همین لایحه برای خودم یک چیز رو کشف کردم دلبر که من که اینقدر سال در این تاجیکستان و علی خصوص در شهر دوشنبه زندگی میکنم اینقدر موضع های دیدنی باب تاجیکستان رو هنوز ندیدم. بله متاسفانه و این برنامه توانست یک ترغیبی مثلا سیاحی داخلی را برای مردم کشف کند تا هر یک ساکن شهر دوشنبه اقلا در یک سال یک مرتبه از یک گوشه بیشتاسای تاجیکستان عزیز دیدن نماید. واقعا بختوار بایستی افتخاری هر یکی ماست که تاجیکستان یک سرزمین زیبا، یک سرزمین دلربا و یک سرزمین است که همگان رو مفتون می نماید. و این آزمونی ما واقعا هر یک نفر اشتراکچی رو به قول گویا مجبور ساخت که او به یک گوشه دیار سفر نماید. چون طلبات آزمون همین بود، هر یک عکس و هر یک نواری که به عنوان تلویزیون تاجیکستان به همین آزمون ارسال می گردد باید حتما جواب به طلبات های همین آزمون باشد. و این آزمون در سه نامینیسی غالبان را معین نمود: عکسی بهترین، نواری بهترین و بازیافت مؤلف. و از روی آن همین نامینیسی ها جایها علاقه مشخص معین گردیدن، جانهای سیوم، دویوم و یکم. اینک فرصت است بسیار مناسب برای کل حاضرین و خود ما هم که معین سازیم که مثلا کی صاحب مثلا جایهای مشخص میگردد. بله خوب، این لحظه ها برای سپریدن تحفه و دیپلم در نامینیسی عکسی بهترین در جای سیوم به صحنه دعوت کرده می شود رهبر شرکت سیاحی جواهر تور امیده قربان بکوا. مرحبا. در نامینیسی عکسی بهترین در جای سیوم فیروز امامزاده. فیروز امامزاده یک قرصک میزنیم. خب باید برای بینندگان، برای تمام نفران مهمانانی که در این تالاری بر هوا حضور دارند یادرس شویم که فیروز به حیث رهبلت فعالیت میکنه. یک لحظه توجه میکنیم به مانیتور و عکس پیشنهاد شده فیروز را تماشا میکنیم. چندین عکس هایی که فیروز به عنوان برنامه ما پیشنهاد کردند. خانم عکس های فرستاده فیروز امانزاده نسبت به دیگر اشتراکچیان خیلی هم فرق کننده بود، چون این امکانیت را فیروز بیشتر به خود دارد. او همراه سیاحان خارجی به بیشتر مواضع های زیبای کشور به سیاحت به سفر می برآید و همراه خود حتما صورتگیر دارد و این لحظه ها را می تواند که به خوبی انعکاس کرده باشد. و باز هم لحظه سپریدن تحفه و دیپلم در نامینیسی عکسی بهترین در جای دویوم به صحنه دعوت کرده می شود معاون اول دایرکتوری تلویزیون تاجیکستان نظرزاده امید. مرحبا. در نامینیسی عکسی بهترین در جای دویوم غالب حسن یوسف فیض بخش. مرحبا.
وطن را بشناس. عجایب سخن در پرمضمونی بها ندارد، زیرا وطن دوستی، وطن پروری، وطن خواهی از شناخت وطن آغاز می‌یابد. تشکر به تلویزیون تاجیکستان، به کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، به همه آنهایی که این آزمون را تشکیل کردند عرض سپاس میکنم، زیرا این یک آزمونی عادی نبود، بلکه به همکاری دعوت نمودن تمام مردم صنعت پرور ایجادکار بود. این صورتی که در کاغذ یا در اکران مردم میبیند تنها صورت عادی نیست، بلکه عکس تاریخ، فرهنگ، مدنیت، منبع دانش و استراحت و تماشا است. چی خوب که سال سیر و سیاحی و رشد هنرهای مردمی با علاوه رشد دیهات با 3 سال دیگر دراز کرده شد و برای ما راه دوری ها امکانیت فراهم آمد که هنر خود را نشان بدهیم، در تماس باشیم و هرچی که می توانیم کشوری عزیز را بهتر و بیشتر شناسیم و شناسانیم. تشکر زیاد برای شما که زحمت کشیدید، پیشنهاد کردید و امروز قدردان. مبارک باشد. بیننده های عزیز، این زمان هم صحبت ما هستند. غالب جای دویوم از روی نمینانسی عکس بهترین حسن یوسفی فیض بخش. نظر شما رو بابت آزمون شنیدن میخواستید. چی بود؟ نبود آزمون؟ جان بنیسار این وطن من نکنم کی میکند، دل را فگار این وطن من نکنم کی میکند. انا همین گونه آزمون ها هم یک نو جانساری هست، یک نوع دلفگاری هست. نامش را بینید، وطن را بیشناس. وطنداری، دوست داشتنی وطن، وطن خواهی محض آغاز می شود از شناختی وطن. این آزمونی که گذرانیده شد واقعاً یک گامی بسیار بزرگی بود در راه شناختی وطن. از همه گوشه و کنار جمهوری عزیزمان تا او اندازه‌ای که من دیدم، تماشا کردم، عکس ها، نوار ها آمدند. خود مردم همون جای ها با واسطه این آزمون امکان پیدا کردند که یک گوشه کشوری عزیز را پیشنهاد مردم گردانند از طریق تلویزیون تاجیکستان. این بسیار کار بزرگ است، این بسیار کار مهم است در شناخت وطن. واقعا دلبر، چنانی که پیشتر هم قید کردیم، یک مسئولیت و رسالت وطن دوستی، وطن پرستی، دوست داشتن هر یک گوشه این سرزمین، این خاک پاک اجدادی که تاجیکستان است، همین مسئولیت را باز در دل و دیده مردم تاجیک بیدار کرد. یعنی که چنانی که قید کردید، یک نفر برای گرفتن یک عکس با بلندی 200-300 متر می رود، حتی بلندتر حتی از این، و می رود تا یک عکس جالب دیدنی را پیشکشی بینندگان نماید. این واقعا زحمت خیلی زیاد است و باز احساس بلند زیبایی پرستی خود همین بیننده و اشتراکچی آزمون را نشان می دهد. واقعا هم پاکترین محبت، صمیمیترین عشق و زیباترین محبت و صداقتی که ما داریم، این در مهر و
محبت وطن ارزیابی میگردد و همین محبت رو هر یک اشتراکچی ما خیلی هم زیبا انعکاس نمود با عکس و نوارهای فرستاده خیش و این لحظه ها فرصت است که برای سپاریدن تحفه و البته دیپلم برای جای اول در نامینیسی عکس بهترین به صحنه دعوت کرده شوند رئیس اتفاق رسامان تاجیکستان نرگیس حمیدوه مرحمت مرحمت خیلی لحظه های فرح‌بخش و خاطرمان است شخصا برای من این باعث افتخار است اعلان نمودنی غالبی جای اول در نامینیسی عکس بهترین البته بله در номінації акції «Бехтарін» در جای یکم سازوار دانسته شد کیومرسی محمد رحیم. مرحمت. کیومرسی محمد رحیم. مرحمت. مبارک باشد. خب بیاید یک لحظه توجه میکنیم به مانیتور عکس‌های پیشنهاد شده. سلام علیکم اولا اظهار تشکری میکنم برای دستاندرکاران این لایحه آزمون و گمان میکنم که این لایحه آزمون در آینده میتواند برای کشف استعدادهای نو برای ترغیب و تشویق منظره های زیبای وطن محبوبمون و برای بلند برداشتن حس وطن دوستی جوانان خدمت ارزنده خواهد کرد
چمن از غم یک خونچه هم نشکود بستم وطن و زخمت با صوف گه بازوف خونشار قبایت را با عشق بشستم پاک هم جسمی عزیزانت بسپرده بودم بر خاک امروز چمن زارت از حسن رباید چشم در کس تو نمیبینی نکین و نشانی هم مهر و محبت وطن ما را همیشه وادار می سازد که افتخار نماییم از سرزمین خیش از دیار آباد و آسوده خیش از منظره های واقعا هم دلفریب دیار دلبر شما بیشتر از هم از ژورنالیستان تلویزیون تاجیکستان سفر میکنید برنامه سیاحی شما قریب تمام منطقه تاجیکستان رو دیدید موضع های باستانی تاریخی فرهنگی موضع های فراغتی در مجموع بودن همین خیلی لحظه هایی که شما نواربردار و کارگردان بناگاه یک منظره بسیار زیبا رو دیدید و همین لحظه شما خواستید که محرر نباشید برنده برنامه نباشید حتی مؤلف برنامه نباشید فقط نواربردار باشید و این لحظه رو به نوار گیرید و با نگاه خود با دید خود پیشنهادی بیننده سازید بودن همین خیلی لحظه ها؟ بله این لحظه ها خیلی هم زیاد میشد در برابر اون که ما اونجا به حیثی مؤلف اشتراک می نماییم حتما با پیشنهادی همین ایده یعنی می شود که بیاید بچه ها بیاید گروه جدی همین موضع رو ما خوبتر انعکاس نماییم چون یک موضع جالب است چون یک منطقه است که واقعا هم برای بینندگان خوب خاطرمان خواهد بود خب مثلا از تمام این موضع هایی که دیدید خاطرمان ترین مثلا منظره که شما عین حال پیش نظرتون می نماید سوال بسیار هم دشوار چون این لحظه ها ما گفتن نمیتونیم که از همه موضع زیبای تاجیکستان عزیز همین موضع است. به هر یک گوشه، به هر یک منطقه، به هر یک دهه تاجیکستان عزیز وقتی که ما وارد میشیم میگویم که اینجا از همه زیباتر است. باور کنید. حتما همین خلاصه در سری ما چرخ میزند. بله. و انا همین نامینیسی دویومی خودی انا همین برنامه آزمونی وطن رو بشناس نوار بهترین عنوان دارد این نامینیسی بار دیگر اثبات کرد که کسانی که اشتراک کردند بهترین نوارها رو از گوشه و کنار تاجیکستان عزیز با عنوان این برنامه پیشنهاد نمودند نوارها خیلی هم زیاد بودند و اعضای حکمان به خلاصه آمدند و غالبان معین گردید خوب این لحظه ها با صحنه دعوت کرده می شود برای سپریدن جایزه در نامینیسی نوار بهترین در جای سیوم خب موینی دیرکتوری موسسه دولتی تاجیک فیلم طالب رحمت اللهیف مرحمت در نامینیسی نوار بهترین در جای سیوم سازوار گردیده است صدرالدین یوسفوف صدرالدین یوسفوف مرحمت مرحمت
احسن مبارک باشد. تشکر زیاد دلبر. عینی حال یک چیز رو باید خاطر رسان کنم به حاضرین گرامی و به بینندگان تلویزیون تاجیکستان که تمام اون عکس ها نوار هایی که به عنوان این برنامه پیشنهاد می شوند البته بدون استفاده منتاج به اصطلاح فتوشاپ، یعنی هر نواری پیشنهاد شده اصل است، نسخه نیست، حتی از سامان های اینترنتی هم استفاده برده نمی شود و اینجا هیئت حکمان خیلی مشاهده کار بودند و هر یک نوار و عکسی که پیشنهاد شد به عنوان این برنامه واقعا محصول دست خودی آن همین کسانی که به برنامه ما پیشنهاد کردند. بله، اشتراکچیان آزمون بودند. اشتراکچیان ما به خاطر غالبیت و بیشتر آنها همین گونه قید هم میکردند که آنها تنها میخواند که اشتراکچی همین آزمون باشند، یعنی غالبیت برای آنها مهم نیست و آنها میخواند که در معرفی زادگاه خیش، کشور خیش، دیار خیش و مهمتر از همه وطن خیش سهمگذار باشند. و این لحظه ها باز هم در نامینیسی نوار بهترین در جای دویوم به صحنه دعوت کرده می شود دیکتوری جمعیت دارای مسئولیتش محدود اسرار سنگ شریفی دلیر. مرحمت. مرحمت. در نامینیسی نوار بهترین در جای دویوم غالب دونسته شد حفظشو باودروف. مبارک باشد. مرحمت. خب بیاید یک لحظه توجه میکنیم به مانیتور، تماشا میکنیم نوار پیشنهاد شده حفظشو باودروف. بهترین. مبارک باشد. خوب اکنون فرصت است برای جای اول در این بخش، یعنی نواری بهترین. مرحمت. خوب این لحظه ها به صحنه دعوت کرده می شود برای در نامینیسی نواری بهترین اعلان نمودن غالب جای اول را معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان میرزازاده عبدالسلام. مرحمت. مرحمت. حضورین گرامی، جای اول سازوار دانسته شد با رهبر شرکت عبدالله مدیا بهادر تورسونوف. بهترین. مبارک باشد. مبارک باشد. واقعا هم بهادر تورسونوف رو این لحظه نوارهایش رو امکانیت تماشا کردن هست. یک لحظه بهترین. مبارک باشد. مبارک باشد. بهادر تورسونوف از شماری آن نواربردان فعال کشور است که در تمام چهارابینی های فرهنگی و سیاسی البته نقش موثر خیش را میگذارد. مبارک شود.
ای که میپرسی تو از من چی سوزد چی سازد چیست عشقت چیست نامد تاجیکستان 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 چیست عنوان و مقامت چیست معنای مرامت حرف شیرینی زبانت تاجیکستان 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 یادگاری اهل سامان تاجیکستان تاجیکستان خواستگاری این و ایرفان تاجیکستان تاجیکستان در کشور بر خاک کوهن دیار پاینده باد و نامی تو اشهریار تاجیکستان تاجیکستان جان فدای نام پاکت در دفاعی مرز و خاکت جان میتارم سر سپارم سر و پایت میگذارم پرچمی پا بنده ای بخ بر سر باد و پرف شان ما همه دل بستگانه ادیاریش و عربا شهد جانی سرزمینی جاویدانی جایی مویردی زبانی تاجیکستان 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 ای که میپرسی تو از من چی سوزد چی سازد چیست عشقت چیست نامد تاجیکستان 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 خوب اکنون فرصت است بسیار هم مناسب دلبر که نامینیسی دیگری این برنامه آزمون وطن را بشناس برای شما معرفی نماییم بازیافت مؤلف البته این بخش آزمون باز هم یک مسئولیت جدی‌تر را در پیش آن نفری که پیشنهاد کرد در این بخش بازیافت مؤلف به این معنا که نوار پیشنهاد شده یا عکس پیشنهاد شده در مجموع باید فراگیر یک ایده نو باشد یک چیز نو داشته باشد چیزی داشته باشد که جلب توجه کند در برابر دیدن مثلا احساس مشاهده کاری را در دل ما بیدار سازد آن همین گونه شرط ها و پرینسیپ ها بودند که به عنوان برنامه ما البته پیشنهاد کردیدند اینجا قبل از همه باید با ایده خیلی هم جالب عکس و نوارها رو ثبت میکردن و با ما ارسال مینمودن و این لحظه ها برای سپریدن تحفه و دیپلم برای اشتراکچی و غالب البته این نامینیسیا در جای سیوم با صحنه دعوت کرده می شود رهبر شرکت سیاحی پنجکنت این تور فریدون همرایف مرحمت مرحمت در نامینیسی بازیافت مؤلف در جای سیوم غالب آمده است کرامت الله سعیدوف مبارک باشد کرامت الله سعیدوف خوب بیاید یک لحظه توجه میکنیم به مانیتور کس کی اغنوب شود یارش مخ سلطه ابرشیم سبوک باریش مخ آی ابری سفر به ساستری کپاره سلواتا جاله رخصاته کپاره
دلوان ما را براد به جوش دای را این چین شم میشکومن نیامن اصلا بهترین بهترین بخن هم برای شما مرامت برای تشکیل چنین یک آزمونی که در سطح جمهوریوی برگزار میگردد بر هیئت جدی سوری سپاس میکنیم و ما جوانان چنین امروز اندیشه داریم که وقتی که کمترین هنر ایجادکار بینوبت گرفته میشود قدردانی کرده میشود مخصوص ما جوانان را برای شناخت همین وطن باز هم مسئولیت را زیادتر میکنند. زنده بودو تاجیکستان صاحب استقلال ما. تشکر برای پیشنهاد این گونه یک نوار جالب و دیدنی. نوار خیلی هم جالب رو کرامت الله مخصوصا برای اشتراک نمودن در آزمونی وطن رو بشناس تهیه و پیشنهاد نمودن از موزه یغناب. خب این لحظه ها به صحنه دعوت کرده می شود رئیس اسوسیاسیای رشد شرکت های سیاحی تاجیکستان فتو فیضلویف برای سپریدنی غالب در جای دویم در نامینیسی بازیافت مؤلف مرامت سلام علیکم در نامینیسی بازیافت مؤلف در جای دویم سزاوار دانسته شد شخیات انورزاده شهید انورزاده مرامت بله این لحظه ها فرصت است یک لحظه به نوار فرستاده شهید توجه نمایید مرامت با تماشای این نواری خیلی هم جالب که از جانبی غالبی آزمون ما و مخصوصا اشتراکچی خردترین آزمون تلویزیونی وطن را بشناس شهیات انورزاده واقعا هم باعث افتخار است چون برای غالب آمدن و اشتراک نمودن یک موضع زیبا را از ناحیه فرخور پیشنهاد نموده است واقعا و چیزی جالب چی است وقتی که یک نفر نورس در شناخت کشوری خیش یک قدمی استوار میگذارد این واقعا هم باعث افتخاری ماست چون که در آغاز گفتم بله من بسیار از موزه های مثلا تاجیکستان رو ندیدم و برابر دیدن ان همین منظره زیبا همین سنگپارهایی که چقدر بازیافت مؤلف واقعا هم خوب است باز احساس بینندگان زیادتر میشد و کوشش میکنند که بیشتر سفر کنند و از نزدیک ببینند خوب این لحظه ها به صحنه دعوت کرده میشود برای معاین کردن جای اول در این بخش معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان احمدزاده دلناز مرامت алагай ҳамагон шоҳид гардидем бахшида ба эълон доштани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани бисёр ҳам озмуни ҷолиб озмуни ҷумҳуриявии телевизионӣ таҳти унвони ватанро бишнос аз хурд то бузургро ҷалб намуд ва албатта наворҳое ки алакай тамошо кардем دل و قلبی هر یک نفری که امروز در تالار حضور دارد و طریق تلویزیون نیز علاقه آشنا گردیدن تسخیر نمود و در نامینیسی بازیافت مؤلف در آزمون جمهوریوی تلویزیونی تحت عنوان وطن را بشناس در جای یکم غالب دانسته می شود نجیب الله جابیرف مرحمت مرحمت نجیب الله جابیرف مبارک باشد باید یک لحظه توجه میکنیم با منیتو
شکفتن گل، گلی شام و سحر در بخش بازیافت مؤلف نجیب الله جابیروف پیشنهاد کرده است. بازیافت مؤلف است. من فکر میکنم نجیب الله برای گرفتن این نوار شاید یک شبانه روز خواب نکرده باشد تا شکفتن گل شام و سحر رو تماشا کند. مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. تشکر. بیننده های عزیز، این زمان هم صحبت ما هستند. غالب جای یکم از روی نامینیسی بازیافت مؤلف، محرر اداره برنامه های جوانی ورزش و سیاحت تلویزیون تاجیکستان نجیب الله جابیروف. از نگاه شما انامین آزمونی که امروز برگزار شد و شما در آن غالب آمده چگونه بود؟ بسیار تشکر میکنیم به دست در کرونی آزمونی مذکور که ما را وادار کرد که باز هم به زیبایی های دیار عزیزمان با یک نظری جالب اندوخته باشیم. و آزمون بسیار یک آزمونی شفاف و آزمونی خوبه بود که ذوق زیبایی پرستی هر یک نفر، هر یک اشتراکچی آزمون را بیدار ساخت. خب دلبر، نسل نوروز چون که شاید پیشنهاد کردن یک نواری خیلی هم جالب در بخش بازیافتی مؤلف، بینید که اینقدر کوشش دارن، تلاش دارن. این خیلی خوب است که در تاجیکستان آباد، آزاد و صاحب استقلال ما نسل نوروز در دل آرزوهای خیلی خیلی بزرگ دارن، نابسته از آنی که در این سن و سال کوچکی هستن، اما با آرزوهای بسیار هم بزرگ زندگی میکنن و همیشه در راه این آرزوهایشان قدم های استوار میگذارن. و در برابر پیشنهاد این گونه ایده های جالب باز نوروزانی هستن که سرود میخوانن، وصف این زیبایی وطن میکنن. بله، همین گونه نوروزی وطن دوست در برنامه آزمون ما شرکت دارند و این لحظه ها میخواهند اشتراکچیان مخصوصا غالبان را شاد باش بگویند. برهان‌الدین برهانوف این لحظه با یک ترانه خیلی هم زیبا به برنامه ما تشریف آوردند. مرحمت. یک قرصک به افتخارشان بله. میزنیم با یک ارمغان زیبا، یک ترانه. مرحمت.
وطن مبارک خود تو از برای همه در بین هزار و یک وطن داری بزرگ پیش از همه تو پیش وای همه بگانه بخش و آشنای همه همه درد دوای همه فیضی تو خزانی موت را کرد بها بارانی امید کشته های همه پیش از همه پیش از همه پیش از همه تو پیش بایی همه دلبر مقصد تشکیل کردن هر یک آزمون علی‌خصوص آزمون تلویزیونی مشخص معین کردن غالب است بله. یعنی بها دادن هر یک نفر اشتراکچی از روی مهارت سلیقه و طرز پیشنهاد باز البته هر یک آزمون در برابر با اولین ها بودن شاه جایزه هم دارد یعنی نفری هست که خیلی زیاد زحمت کشیده است و اون زحمت البته قدر می شود چون میگویم که آزمون باز به خود شاه جایزه دارد این لحظه ها ما نیز امکان داریم نفری را که در این بخش غالب آمده است آن را البته معرفی نماییم برای سپاریدن شاه جایزه به صحنه دعوت کرده می شود رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نومان عبدالغفارزاده مرحمت شاه جایزه آزمون جمهوریوی تلویزیونی وطن رو بشناس سازوار دانسته شد با کیا چهر عبدالسلام مبارک باشد قرصک میزنیم دوستان عزیز برای شاه جایزه اینک توجه میکنیم یک لحظه با منیتور چهر واقعا هم باید قید نماییم که از شماری آن اشتراکچیان آزمون ما است که در تمام بخش ها کوشش نموده است عکس ها و نوارهایش را پیشنهاد نماید و مخصوصا برای گرفتن انامید عکس ها بیش از دو شبانه روز سه شبانه روز حتی در کوه باید سفر نمود آنجا استراحت نمود شبانه روزی و این عکس ها را روی نوار آورد یک موضع های دور هست اینجا البته واقعا به قول داستایفسکی زیبایی دنیا را نجات میدهد و کیوچر توانست که همین زیبایی را بار دیگر برای ما نشان میدهد با زحمت های خود با تلاش های خود و اینجا دیدیم اینقدر آب های مصفا کوه های آسمان بوس تاجیکستان آسمان نیلگون و این همه را یک نفر ایجادکار یک نفری که دلی زیبا دارد توانست پیشنهاد ما نماید خوب مرحمت رحمتی کلام برای همه تشکیل کنندگان آزمون وطن را بشناس سلامت باشد برای شما مبارک باشد بله بله خوب اینجا باید ما یک چیز را واقعا هم بختاور فراموش نسازیم که در برابر آن که شاه جایزه را نصیب گردید یک امکانیت و یک شانس دیگر گویم دارد کیوچه برای سفر نمودن به یک گوشه زیباترین تاجیکستان و این سفری کیوچر حتما طریق تلویزیون باید انعکاس گردد و این امکانیت را البته با او تلویزیون تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان داده است من فکر میکنم که بهترین و سربیننده ترین برنامه میشود به خاطر که البته چون موضوع های زیبای تاجیکستان رو میتوانیم که اینه کارسونیم بار دیگر بله و کیوچر میتواند که به یک گوشه زیبای تاجیکستان سفر کند از آنجا تاثیرات خیش رو طریق تلویزیون به تمام بینندگان رسانیده تواند مبارک باشد بار دیگر شاه جایزه
واقعاً هم پس از تماشای این نوارها و دیدن غالبان هر یک نفر افتخار می نماید که همین گونه نفران وطن دوست داریم ما که احساس می نماید که تاجیکستان یک سرزمینی بی‌نظیر است و برای معرفیش همیشه باید مسئولیت بیشتر را در خود درک نماییم. واقعاً دلبر در برابر این باید گفت که آزمون جمهوری تلویزیونی وطن را بشناس در تلویزیون تاجیکستان باز هم ادامه مییابد و شما باز هم میتوانید که بهترین زیباترین عکس ها و نوارها را پیشنهاد نمایید. باز تلویزیون تاجیکستان و گروه ایجادی ما کوشش میکند که لایه های خوبتر آزمون های بهتر و بیشتر را برای شما پیشنهاد نماید تا باز توانیم که از استعداد و هنر مهارت و ملکه هر یک بیننده زکی و هر یک مردم سربلند تاجیکستان آگاه باشیم. ولی چون سالهای 2019-2021 از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی هر یکی ما را باز هم ودار می‌سازد تا در شناخت کشور خیش در معرفی نادرترین و زیباترین هنر و صنعت و طبیعت زیبا مسئولیت بیشتر را احساس نماییم. مهر وطن البته بندشه هر یکی ما رو باز هم وادار می سازد تا در شناخت کشور خیش در معرفی هر گوشه بیشتاسای وطن نقش موثر خیش رو گذاشته باشیم. واقعا برابر دیدن این همه زیبایی ها می گویم که قسم به چشمه های تو که آب دیده ای منم، به اخگر ستاره ها که سوزی چیده ای منم، به جای مال و سیم و زر مرا بود یک هنر، حقیقت تو در زبان، محبت تو راهبر، زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. همیشه سربلند، سعادتمند و پیروز باشید. بار دیگر خوش آمدید، خوش میمانید. جان بازی من زر کردنی
قدری گردی مهر